برپایی تجمعات و نماز جمعه در استانهای بپا خواسته عراق علیه حکومت مالکی و مداخلات رژیم آخوندی به رغم درگیری‌های شدید در شرق رمادی و آتشباری وحشیانه نظامیان مالکی. دکتر عبدالرزاق رحیم مسئول روابط جنبش در استانهای بپا خواسته: همه مردم عراق در اینکه مالکی به دور سوم نرسد متفق القول هستند و هدف استراتژیک ما آزاد کردن عراق از جمله از اشغال رژیم ایران است. خطیب فلوجه: مالکی و دولت فرقه گرایش می‌خواهند تصویر آنچه در انقلاب مردم الانبار علیه ظلم رخ داد را تروریسم جلوه دهند. مالکی برای خلاصی از کسانی که در الانبار علیه او به پا خواستند کنفرانس برگزار می‌کند. خطیب تکریت: مالکی دست به کشتار جمعی مردم الانبار زده است. خطیب آمریه بغداد: دولت مالکی شکست خورده است و باید استعفا بدهد. در 447 روز اعتراض و جنبش در 6 استان به پا خواسته عراق و در 77 روز حمله مالکی به رمادی، نماز جمعه در 6 استان به پا خواسته به رغم درگیری‌های گسترده در شرق رمادی و کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم از جمله 6 کودک برگزار شد. جمعیت عظیم مردم در نماز وحدت و تجمع بزرگ جمعه در انبار، بغداد، دیالی، کرکوب، صلاح الدین و نینوا با شعار با حکومت خودمان دین و شرافتمان را حفظ می‌کنیم شرکت کردند. تمرکز سخنان خطبای جمعه این هفته تأکید ایستادگی مردم تا رسیدن به خواستهایشان بود و بر ادامه خیزش تا به دست آوردن حقوق مشروعشان و از بین رفتن ظلم تأکید کردند. تلویزیون بغداد جمعیت نمازگزاران را میلیونی توصیف کرد. همزمان با برگزاری نماز جمعه در استانهای بپا خواسته جریان صدر اعلام کرد فردا شنبه در استانهای جنوبی از جمله کربلا و ذیقار تظاهرات برگزار خواهند کرد. آنها گفتند ما عهد کرده ایم که در مبارزه با فساد اداری و مالی که در اعماق دولت مالکی رسوخ کرده دست بسته نمانیم. به گزارش تلویزیون رافدین، خطیب آمریه بغداد شیخ عدنان العانی حکومت مالکی را شکست خورده خواند و اعلام کرد این حکومت شکست خورده باید استعفا بدهد و جایش را به حکومتی دیگر بدهد. شیخ عدنان العانی همچنین گفت اصرار ارتش مالکی در توپباران بدون توقف منازل شهروندان در شهرهای الانبار که نه خانه‌های مردم از آن در امان هستند و نه مساجد و نه اماکن دیگر اقدامی برای هلاکت و نابودی انسانها و آبادی و آبادانی است. وی گفت مالکی فلوجه را به پادگان نظامی تبدیل کرده و ارتباطات را قطع کرده و در همین حال میگوید مردم برگردند. خطیب آمریه بغداد تصریح کرد نیروهای شبه نظامی مالکی نه دین دارند و نه وجدان. در برابر چشمان این دولت آنها فقط دارند میکشند و آواره میکنند. روزانه ده ها نفر را میربایند و میکشند و جسد آنها را در جاده ها رها میکنند. فقط در همین ماه فوریه گذشته طبق آمار یونامی تعداد کشته شدگان به 2384 نفر بالغ شده است. كما ذكرت ذلك منظمة يونامي تابعة للأمم المتحدة. به گزارش تلویزیون رافدین، خطیب تکریت مالکی را به برپا کردن جنگ و کشتار جمعی مردم الانبار متهم کرد و گفت مالکی همه اموال دولت را برای نیروهای شبه نظامی و نیز خائنین بیداری که طرفدار مالکی هستند خرج کرد تا بتواند مردم الانبار را کشتار کند. أكد خطيب الجمعة الموحدة في تكريت أن المالكي فتح خزائن الدولة أمام الميليشيات والصحوات لقتل أهل الأنبار. خطيب سامرا بر ضرورت بیرون کشیدن نظامیان مالکی از شهرهای الانبار و توقف توپباران کور مناطق مسکونی شهرهای الانبار تأکید کرد. خطیب جمعه سامرا متحسنین را به ثبات قدم فرا خواند و تأکید کرد آنها در سخت‌ترین شرایط حتی در گرمای تابستان و سرمای زمستان و شدت باران مقاومت کردند. بنا به گزارش رافدین در استان دیالی، خطیب بقوبه تاکید کرد این جنبش برای رفع ستم از مردم عراق است و ایستادگی ادامه می‌یابد. در استان الانبار خطیب نماز جمعه فلوجه تلاش‌های مالکی برای زدن برچسب تروریسم به مردم الانبار را محکوم کرد و گفت
کنفرانس مبارزه به تروریسم که دیروز پنجشنبه در بغداد پایان یافت، چیزی جز پیدا کردن راهی برای حذف رقبای سیاسی مالکی از صحنه عراق نبود. خطیب جمعه افزود مالکی به خوبی می‌داند که ارتش فروپاشیده‌اش در رمادی و فلوجه کاری نمی‌تواند بکند، در حالی که او می‌گفت این جنگ را ظرف چند ساعت فیصله خواهد داد. اما ما اکنون وارد سومین ماه از انقلاب شده ایم و انقلابیون عشایر همچنان بر عزم و پافشاری خود ایستادند. خطیب فلوجه افزود نبردها و پیروزی‌های مستمر انقلابیون در رمادی و فلوجه ادامه خواهد یافت تا خواسته ها محقق شوند و جلوی شبه نظامیان و نظامیان مالکی برای ورود به فلوجه گرفته شود. هذا هو ما اكدنا عليه وقلناه سابقا. به گزارش تلویزیون التغییر، دکتر عبدالرزاق شمری مسئول روابط جنبش در استانهای بپاخواسته اعلام کرد همه مردم عراق در اینکه مالکی به دور سوم نرسد متفق القول هستند و هدف استراتژیک ما آزاد کردن عراق از هر گونه اشغال از جمله اشغال توسط رژیم ایران است. عبدالرزاق شمری گفت ما قبلا گفتیم یورشی که نظامیان مالکی با دستگیری دکتر احمد الالوانی و بستن میدان الانبار انجام دادند فقط به الانبار ختم نمی شود، بلکه به بهانه پیگرد تروریست ها شش استان به پاخواسته را نیز در بر می گیرد و این چیزی است که در عمل اتفاق افتاده است. به گزارش التغییر، عبدالرزاق شمری در مورد ادامه خیزش و عملیات انقلابیون الانبار گفت جنبش مردم از مرحله مسالمت آمیز به مرحله دفاع از خود ارتقا یافته است. بنا به گزارش التغییر، شمری مسئول روابط جنبش در استانهای به پاخواسته اعلام کرد هدف استراتژیک ما آزاد کردن عراق از هر گونه اشغال از جمله اشغال رژیم ایران است. شمری افزود مردم عراق از هر دو ترکیب شیعه و سنی، مواضع جریان سطح و موضع مجلس اعلا در رابطه با دور سوم نخست وزیری مالکی را می دانند. همه با هم در مورد اینکه دور سوم نخست وزیری مالکی خط قرمز است متفق القول هستند. به گزارش تلویزیون الرافدین، امروز همزمان با تجمعات و نماز وحدت در شش استان بپاخواسته، در درگیری‌های شدید مالکی و انقلابیون عشایر، یک هلیکوپتر نظامی مالکی در الانبار هدف موشک قرار گرفت و در منطقه التاش رمادی سقوط کرد. همچنین یک فروند تانک نظامیان مالکی در منطقه البکر رمادی منهدم شد و همه سرنشینان آن از پای درآمدند. خسائر كبيره في المعارك التي شهدها شارع المعارض برمادي.